برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. مصاحبه اختصاصی تلویزیون آشنا با سفیر روسیه در کابل روی اهداف عملی نشده آن کشور در افغانستان. آیا هند ته د جمهور رئیس اوباما سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی پړاو پرانیزي؟ رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی از ارائه فهرست نهایی نامزد وزیران تا دو روز دیگر خبر داده است. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د افغانستان د ورزشي پرمختګونو لنډ راپور هم واورئ. د آشنا تلویزیون سره اوسئ. حضور رئیس جمهور با ما در مراسم بزرگداشت از روز جمهوریت هند، نظریات سفیر روسیه مبنی بر روابط کشورش با افغانستان، نظری بر روابط میان عربستان و ایالات متحده و حضور نامزد وزیران در پنجمین جلسه دیگر بولسی جرگه در زمره اخبار و تحلیل این ساعت برنامه قرار دارد. سلام به شما بیننده تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز دوشنبه 26 ماه ژانویه سال 2015 می باشد. لینا روزبه هستم و برنامه را با گزارشی از هند آغاز می کنم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بر روز دوشنبه در مراسم خاص رسم و گذشت به مناسبت روز جمهوریت هند حضور یافت. آقای اوباما اولین رهبر آمریکا است که من حیث مهمان خاص در این مراسم حضور یافته است. شرح بیشتر شگونگی برگزاری این مراسم را در گزارشی از همکارم نجیبه خلیل مشاهده می کنید. رئیس جمهور اوباما و میشل اوباما بانوی اول به همراهی نریندرا مودی صدر اعظم هند در حالی که وارد محل تماشای رسمی گذشت می شد با استقبال گرم مردم مواجه گردید. رئیس جمهور اوباما روز یکشنبه با تعهد این که روابط آمریکا و هند را به یک سطح جدید مطرح کند وارد هند شد. آقای اوباما و نریندرا مودی بعد سپردند که روابط را در مورد یک سلسله مسائل به شمول تغییر اقلیم و همکاری هسته‌ای غیر نظامی عمیق‌تر سازند. رئیس جمهور اوباما و میشل اوباما در میدان هوایی دهلی مورد استقبال گرم نریندرا مودی قرار گرفت. سفر رئیس جمهور اوباما به منظور آنچه مقامهای قصر سفید بهبودی مجدد روابط بین دو کشور خواند می باشد. رئیس جمهور اوباما پیشرفت در انجام معامله نیروی هسته ملکی را که یک دهه قبل بین دو کشور صورت گرفت اعلان کرد. امروز ما از موانع درک دو موضوع عبور کردیم که توانایی همکاری هسته ملکی ما را از ما گرفته بود و اکنون برای تطبیق کامل آن تعهد کردیم که یک قدم مهم برای نشان دادن آن است که ما چگونه با همکاری با همدیگر می توانیم روابط خود را محکم تر سازیم. در این زمان نریندرا مودی صدر اعظم هند گفت هند تحت هجنه و فشار از درک معامله‌ای که به خاطر کاهش تصاعد گاز کربن بین چین و آمریکا صورت گرفت نیست. لیکن پرشر ہے. اما فشار موجود است. زمانی که ما در مورد نسل آینده فکر می کنیم و چگونه جهان را برایشان برمغان می دهیم فشار موجود است. تغییر اقلیم به ذات خود یک فشار است. قبل از اینکه دو رهبر بزرگترین دموکراسی های جهان در برابر کمره قرار گیرند، در محوطه باغ محل قدم زده و با نوشیدن چای با هم صحبت کردند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. استرالیا برای رشد اقتصاد افغانستان وعده کمک معادل 300 میلیون دلار را داده است. جولیا بیشپ وزیر خارجه استرالیا که طی یک سفر امروز وارد افغانستان شده است، این وعده را با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش. جولیا بیشپ وزیر خارجه استرالیا در دیدار که امروز با رئیس اجرایی افغانستان داشت، وعده داد که استرالیا همکاری های خود را با افغانستان ادامه خواهد داد. استرالیا در طول چند سال حدود 1 میلیارد دلار را با افغانستان همکاری کرده است. با ما میان سالهای 2015 و 2017 300 میلیون دلار دیگر را برای تقویت بخشیدن سکتور خصوصی، فرصتهای اقتصادی و احیای زیربنایی که برای رشد اقتصاد شما بسیار مهم است، معاونت خواهیم کرد. ماموریت محاربوی نیروهای استرالیا در افغانستان در سال 2013 به پایان رسید. حدود 1650 سرباز این کشور در افغانستان مستقر بود که
در طول ماموریت نظامی 39 سرباز استرالیایی کشته و 242 تن دیگر آن مجروح شدند. وزیر خارجه استرالیا در حال جهت رشد اقتصادی افغانستان وعده همکاری می کند که اقتصاد شکننده افغانستان حدود 1/3 ارزش خود را بنابر کاهش سرمایه گذاری های خارجی در سال گذشته از دست داده است. سرمایه گذاران اکثر فعالیت های خود را متوقف ساخته و یا هم کاهش دادند که بالای اقتصاد تاثیر گذار بود و سطح بیکاری افزایش یافت، بخصوص بعد از این که شرکت هایی که با آیساف و ناتو کار می کردند تشکیلات خود را کوچک ساختند و فابریکه های ما نیز تولیدات خود را کاهش دادند. بنابراین ما فکر می کنیم که حدود 30-35% سرمایه گذاری ها کاهش یافتند. یک سروی تازه نشر شده توسط مؤسسه گالوب نشان می دهد که حدود 67% مردم افغانستان با این باورند که اقتصاد این کشور رو به رکود می باشد. مجبور هستیم بودن اینجا بودن می شینیم تا بگره. کار و زندگی نیست بودن روز بگم بکنیم پس میریم خانه. اما یک سروی جداگانه که در این اواخر صورت گرفته بود نشان داد که اکثر افغانها با وجود دلزدگی از انکشافات اخیر سیاسی امیدشان را به آینده و حکومت از دست ندادند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. سفیر روسیه در افغانستان آقای الکساندر مونتسکی میگوید که ناتو و آمریکا در افغانستان در ماموریت مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ناکام شدند. خبرنگار ما رخسار اعظمی در یک مصاحبه اختصاصی با سفیر روسیه در افغانستان از وی در کنار دیگر موضوعات پرسیده است که نگرانی های این کشور در قبال افغانستان چیست؟ هدف ما این است که افغانستان از نگاه اقتصادی به پای خود استاده، مستقل، بی‌طرف و عاری از تروریسم و مواد مخدر باشد. از همه اولتر ما در مورد تروریسم و مواد مخدر در افغانستان نگران هستیم. البته که ما درباره انکشاف اقتصادی کشور شما نیز می‌اندیشیم. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به بالاترین سطح رسیده است. 226 هزار هکتار زمین کوکنار کش شده و حاصل آن به 6500 تن رسیده است. این مقدار بسیار زیاد است. درباره تروریسم و افرادگرایی هم گفته می توانم که شما در جامعه زندگی می کنید که تقریبا همه روزه در آن حمله های انتحاری و کشتار صورت می گیرد. هیچ کسی چنین چیزی را نمی خواهد. ما نمی خواهیم که دامنه فعالیت های تروریستی از طریق کشورهای آسیای میانه با روسیه و دیگر کشورها گسترش یابد. آیا در مبارزه با مواد مخدر همکاری بین افغانستان و روسیه وجود دارد؟ بله، ما در این زمینه همکاری های بسیار خوبی داریم که در سال 2010 آغاز گریده است. فدراسیون روسیه برای آموزش افسران پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان 225 بورسیه تحصیلی فراهم کرده است که از این میان نزدیک به 180 تن آن برای دوره کوتاه یک ماه می باشد. و 40 بورس دراز مدت است که از 5 تا 6 سال را در بر می گیرد. این یک مثال خوب همکاری ما شدن می تواند. قبلا ما همکاری های بسیار خوبی بین روسیه، افغانستان و ایالات متحده آمریکا داشتیم. ما چندین عملیات موفقانه را بر اساس معلومات استخباراتی روسیه و ایالات متحده آمریکا انجام دادیم. همچنان ما همکاری های بسیار خوب در بخش آموزش نیروهای سرحدی داشتیم. در سال جاری ما 225 بورسیه تحصیلی را در اختیار وزارت امور داخله قرار خواهیم داد. ما امکانات آموزش پلیس سرحدی را برای وزارت امور داخله مهیا خواهیم ساخت. ما در بخش های دیگر نیز که قبلا همکاری نداشتیم همکاری خود را آغاز نمودیم. زیرا دیگر حالا کشورهای دیگر متاسفانه در آن بخش ها همکاری خود را متوقف نمودند. شما در مورد اقتصاد صحبت کردید. روسیه در کدام ساحات علاقمندی سرمایه گذاری در افغانستان را دارد؟ نخست از همه باید امنیت باشد. شما باید بدانید که بدون امنیت سرمایه گذاری صورت گرفتن نمی تواند. این را همه می دانند که اگر سرمایه گذاری از کشورهای غربی باشد، کشورهای آسیایی، هندوستان و یا هم روسیه کوشش می کند به اندازه که می تواند زمینه انکشاف اقتصادی را برای افغانستان مساعد بسازد. به طور مثال در سالهای 2007 و 2010 ما تمامی قرضهای زمان اتحاد شوروی سابق را که به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار آمریکایی بود بخشیدیم و حالا شما مجبور نیستید که
چیز را برای ما تادیه نمایید. ما آماده هستیم که در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری نماییم، اما این زیاد به امنیت و محیط اقتصادی برمی‌گردد. ما در مسائل اقتصادی و تجاری یک کمیسیون مشترک بین حکومت افغانستان و روسیه داریم. آخرین جلسه این کمیسیون در ماه سپتامبر 2013 برگزار شده بود. متاسفانه به خاطر انتخابات 2014 در افغانستان وضعیت نامطمئن جلسه که قرار بود سال گذشته در مسکو دایر گردد لغو شد. حالا توقع ما این است که حکومت افغانستان کابینه خود را تکمیل کند و نماینده خود را به این کمیسیون معرفی کند تا کمیسیون به کار خود ادامه بدهد. ما به طور مثال پروژه های مشترک با حکومت افغانستان داریم تا تصدی خانه سازی را دوباره فعال سازیم، زیرا برای کشور شما فعال ساختن این فابریکه بسیار مهم است. تا همه مردم صاحب خانه شوند ما به ادامه همکاری حاضر هستیم. نظر روسیه راجع به بیرون شدن نیروهای آمریکایی در سال 2016 از افغانستان چی می باشد؟ مشکل است که چیزی در این مورد گفته شود. دو سال تا کنون پیش روست و پیش بینی آن هم درست نخواهد بود. مگر ما فکر می کنیم اهدافی که در گذشته تعیین گردیده بود باید نتیجه بدهد. 13 سال قبل که نیروهای آمریکایی و ناتو به اینجا آمدند، هدفشان شکست دادن تروریسم بود. حالا ما می بینیم که حالا تروریسم شکست نخورده است، هدف دیگر از بین بردن مواد مخدر بود که تا کنون چنین کار صورت نگرفته است، بلکه در آن افزایش آمده است. ما امیدواریم در دو سال پیش رو که شما یادآوری نمودید، دوستان ما در این راستا کارهایی را انجام بدهند و به افغانستان کمک نمایند تا این پدیده ها از میان برداشته شود. برنامه را با خبر دیگری از افغانستان ادامه می دهم. کمیته مشترک ولسی جرگه برای بررسی اسناد نامزد وزیران لغو تابعیت دوگانه صلاح الدین ربانی نامزد وزیر امور خارجه را تایید کرد، اما اسناد تحصیلی نجیبه ایوبی نامزد وزارت امور زنان را ناقص دانسته و وی را رد کرده است. از این کمیته می گویند که از ریاست جمهوری در یک نامه خواستن تا آقای ربانی و نورالحق علومی نامزد وزیر امور داخله را دوباره به این مجلس معرفی کند. در این زمان آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید که تا دو روز دیگر فهرست نامزد وزیران تکمیل خواهد شد و امیدوار است تا اعضای ولسی جرگه بر نامزد وزیران رأی بدهند. امیدوار هستیم که اینا نماینده های مردم افغانستان رأی تاییدش داشته باشند و اونایی که رأی تایید به دست بیارن در خدمت همه مردم افغانستان باشند. ولسی جرگه امروز در حال پنجمین جلسه استماعی پلان کاری نامزد وزیران را دایر کرد که بعد از ثبوت عدم داشتن تابعیت دوگانه به صلاح الدین ربانی، تبریک شنیدید، نامزد وزارت خارجه و نورالحق علومی نامزد وزارت داخله، فرصت بازگشت به ولسی جرگه داده شده است. در این زمان آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت بیان می‌دارد که تا دو روز دیگر فهرست نامزد وزیران را به شکل کامل معرفی می‌کند. تأخیر در دادن رأی اعتماد ولسی جرگه به نامزدان به دلیل آنچه تخطی از ماده 72 قانون اساسی در تابعیت و تحصیل خوانده شده است و تأثیر آن بر فعالیت حکومت که تاکنون به کابینه باقی مانده است. موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه از کابل است. محترم آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی، با ما هستند. آقای فیصل سلام بر شما، تشکر از حضورتان در برنامه. در حالی که تلاش ها روی عزیز که ولسی جرگه در اسرع وقت برای این نامزد وزیرا رأی اعتماد بده، ولی موضوعات مثل تابعیت دوگانه، عدم داشتن مدارک موثق تحصیلی باعث تعویقی پروسه شده. به نظر شما چرا حکومت نتونسته گزینه بررسی گذشته و سابق هر کاندیدا به شکل درست بررسی کنه و بعد اونا را نامزدی وزارتخانه بسازه؟ ببینین، حکومت از شروع کارش در ساختن کابینه متوجه مسائل بوده و با کار صورت گرفته. اشخاصی که دارای تابعیت دوگانگی بودن از روزی که معرفی شدن به پارلمان کارهای خودش رو کردن تا تابعیت دومیشان لغو شوند و پس کنند. از این دو نفر تاوالی که شما یادآور شدین هنوز توانستن تا تابعیت دومی خود پس کنند، یکیش آقای نورالحق علومی است برای وزارت داخله و یکیش صلاح الدین خان ربانی برای وزارت خارجه، که کارهایشان هنوز خلاص شده، ولی یک تعداد اشخاصی که هنوز هم کارهای رسمی تابعیت دوگانیش مانده، کمیسیون های مشخصی که تعیین شدن از ولسی جرگه و وزارت داخله و
امنیت و وزارت خارجه کار میکنن. هرگاه پروسه تکمیل شد بخیر، وزیران پس میرن به پارلمان تا رای تایید بگیرن. بله، خب امروز خانم نجیبه ایوبی نامزد وزارت امور زنان به دلیل ناقص بودن اسناد تحصیلی خود رد شده. باز هم صحبت از بررسی سابقه نامزدان به میان میاد. چرا حکومت گذشته تحصیلی و تجربه کاری هر نامزد را برای پست وزارت کنار کاندید کرده مد نظر نگرفته؟ حکومت متوجه این بخش بوده و هنوز کار کمیسیونی که بررسی اسناد تحصیلی بر عهده داره تکمیل نشده، به پایان نرسیده. هنوز هم وقت است که گفته شده که اسناد بعضی از وزیر صاحبان نامزد تکمیل نشده. هنوز وقت است، ما منتظر کارهای کمیسیونی که در این بخش مشخص شده در این بخش کار میکنه هستیم تا کارشان به پایان برسه و بعد از او بتانیم که اگر اشخاصی که مشکلی اسناد قانونی داره به جایشان اشخاص دیگر به اولس اجرگه معرفی شوند تا رای تایید بگیرند. روی معرفی افراد متفاوت امروز آقای عبدالله بیان داشت که تا دو روز دیگر فهرست کامل نامزدان ارائه میشه. چه تغییراتی در این فهرست آورده شده؟ آیا افراد تغییر کردن یا ای که تغییرات دیگه در فهرست دیده خواهد شد؟ هفت نفری که در روزهای اول از سوی ولسیجرگ رد شدند که به خاطر تابعیت دوگانیش اسناد تحصیلیش مشکل داشتند، دو نفرشان که بیشتر یادآور شدند پس میرن پارلمان، اشخاص دیگری که اسنادشان تکمیل نمیشه یا اشخاصی که رای تایید از پارلمان نمیگیرند رد میشن، جایگزینشان معلوم شده، اشخاص جدید به جایشان میرن به پارلمان و حکومت آمادگی خود داره اگر اعضای پارلمان رای نتن، رای اعتماد به نامزد وزیران نتن، حکومت وحدت ملی آمادگی خود داره که اشخاص جدید به زودترین فرصت پیش از اینکه وکلای پارلمان به رخصتی های زمستانیشان برون اشخاص جدید به جایشان معرفی شوند. بله، آیا شما میتونید تعهد بسپارین که قبل از رخصتی زمستانی طوری که گفتین ولسی جرگه ای کابینه به طور کامل رای اعتماد گرفته و حکومت با کابینه خود آغاز به کار کنه؟ کابینه یکی از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی بوده و حکومت مصمم است تا پیش از رخصتی‌های زمستانی پارلمان مسئله کابینه یک طرفه کنه و مسئله کابینه به خیر حل شوه تا بتانیم امو وعده‌هایی که به مردم افغانستان سپرده ایم در وقت کمپاین و بعد از او به او رسیدگی شوه و بتانیم که او پوره کنیم. از او خاطر آن روزی که پارلمان کسانی را که رای تایید نمی‌گیرند یا اشخاصی که از خاطر اسناد تحصیلیشان یا از خاطر اسناد حقوقیشان نمیتونن برن پارلمان، ما اشخاص دیگری معرفی میکنیم و پیش از رخصتی زمستانی مسئله به خیر خلاص میشه. بله، ممنون و تشکر از حضورتان آقای فیصل و از شرحی که در قبال موضوع برای بیننده ارائه داشتین. در این زمان در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا نظر شما را در قبال تابعیت دوگانه بررسی گزینه گذشته نامزد وزیران، تحصیلات و دیگر موضوعات در ولسی جرگه خواسته بودیم و اینکه تا چه حد ولسی جرگه خواهد توانست با وقت معین رای اعتماد را به نامزد وزیران بدهد. آقای فخرالدین قاریزاده از کابل نوشته است اقدامهای اخیر اعضای ولسی جرگه در سالهای اخیر بی سابقه بوده است. این بار می خواهند که صادقانه برای حکومت افغانستان وزیران متعهد را رأی اعتماد بدهند. ارزیابی اسناد تابعیت دوم تحصیلات عالی یکی از صلاحیت های قانونی اعضای این جرگه است که در سالهای پیش چندان توجهی به آن نشده بود. عضو دیگر صفحه آقای محمد یاسین اندرز از غزنی نوشته است من فکر می کنم وکلای ولسی جرگه فقط به خاطر منافع خودشان و تحصیلات نامزد وزرا اتهام وارد می کنند، نه به خاطر یک کابینه خوب. اگر شما نیز خواهانه تشریک نظریات خود با ما هستید و همچنین ابراز نظر در مورد گزارش ها و مطالب صدای امریکا به این صفحه با آدرس اینترنتی VOA فیسبوک ببخشید .com/VOATVAشنا رجوع کنید. تأسیسات میدان هوایی نظامی اردوی ملی در غرب افغانستان امروز از سوی معاون قمندان عمومی ناتو در افغانستان و در هرات افتتاح شده است. این میدان به ارزش 18 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های ایالات متحده آمریکا در هرات به شمار می‌رود. جنرال سیمونت، معاون قمندان عمومی ناتو در افغانستان که به خاطر افتتاح این میدان به هرات آمده بود، می‌گوید که اکنون 86 فروند طیاره در اختیار نیروهای نظامی افغانستان قرار
قرار دارد که در سال آینده قرار است 12 فروند دیگر نیز از سوی نیروهای خارجی روی سرکوبی مخالفین مسلح به اردوی افغانستان سپرده شود. از جانب دیگر قوماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید که ایجاد این میدان هوایی نظامی میتواند در راستای تامین امنیت ولایت غربی افغانستان تاثیرات مثبتی را ایجاد کند. می‌پردازیم به اخبار دیگر جهان. یک حزب افراطی چپ‌گرا و رهبر 40 ساله‌اش که مخالف اصلاحات سختگیرانه اقتصادی هستند، برنده انتخابات یونان شدند و حزب دموکراسی نوین صدر اعظم برحال را شکست دادند. نتیجه انتخابات روز یکشنبه در یونان، الکسی سپراس رهبر حزب سریزا را برنده نشان می‌دهد که جوان‌ترین صدر اعظم یونان در طول 150 سال گذشته خوانده شده است و متعهد است که قوانین سختگیرانه اقتصادی را متحول سازد. این در حالی است که نتیجه این انتخابات می‌تواند یونان را در مخالفت با اعتبار دهندگان مالی بین‌المللی و اتحادیه اروپایی قرار دهد و برخی رهبران اروپا و شمول صدر اعظم بریتانیا از وخامت بیشتر اوضاع در اروپا بر اثر انتخابات یونان هشدار دادند. دلیل اینکه مردم به حزب سریزا در این انتخابات رأی دادند وخامت وضعیت مالی اقتصادی آنها و افزایش مالیات در یونان ذکر شده است. رئیس جمهور باراک اوباما و نارندرا مودی صدر اعظم هند بر روز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روی پیشرفت‌ها در عرصه همکاری‌های ذره‌ای و تعهد به سمت گسترش کوشش‌های جهانی در مبارزه علیه گروه‌های تندروان تاکید ورزیدند. این در حالی است که سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه و سناتور دایان فاینستاین از حزب دموکرات از رئیس جمهور اوباما خواهان ارسال عساکر بیشتر به شرق میانه شدند. رئیس جمهور اوباما این ادعا را رد کرد که گویا خلای سیاسی در یمن به وجود آمده و بر عملیات ایالات متحده علیه تندروان افراطی در داخل آن کشور تأثیر گذاشته است. در گذشته ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و جانشینی سلمان بن عبدالعزیز برادر اندرش نظریات متفاوتی را در قبال آینده عربستان سعودی و تحولات در پالیسی آن کشور برانگیخته است. این در حالی است که رئیس جمهور اوباما سفرش را به هند به قصد رفتن به عربستان سعودی کوتاه ساخته و قرار است با سلمان بن عبدالعزیز در این سفر ملاقات کند. آینده عربستان سعودی طرف زامت پادشاه تازه موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه در استدیوس آقای ماتیو مکنس، محقق در انستیتوت امریکن انترپرایز با ما هستند. آقای مکنس سلام به شما. ممنون از حضورتان در برنامه. آقای اوباما سفر خود را در هند از کاتینگ شورت هیز تریپ تو ایندیا تو تراول تو سعودی عربیا تومورو تو میت وذ کینگ سلمان و آقای سلمان یا پادشاه سلمان صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده روی چه موضوعات تاکید خواهد کرد؟ I believe that the president of course is going to provide his condolences to the king on the passing of his brother King Abdullah. I think the real concern I think for the president and for the new king is reestablishing the reassurance that America is going to be standing with Saudi Arabia. There's a very difficult period for the kingdom, not only the U.S. relationship with Saudi Arabia, but also what Saudi Arabia has been facing for a variety of fronts. عربستان سعودی و همچنان نه تنها رابط بین ایالات متحده و عربستان سعودی بلکه بر مسائل تاکید میکنه که ایالات متحده کمک خواهد کرد و یا هم سرش بحث خواهد کرد، مثل تهدیدات گروه دولت اسلامی، خطرات موجود از ایران در منطقه و همچنان چیزی که من باور دارم اوباما با او تاکید میکنه آوردن ثبات در منطقه است. بله، خب در حالی که سلمان بن عبدالعزیز سریان جانشین ملک عبدالله شد و خطابه هم به ملت داد، در این خطابه پادشاه سلمان متحد و ادامه پالیسی های حکومت گذشته و تعقیب عین مرش در عربستان شد. فکر میکنین آیا تفاوت بین حکومت برحال و گذشته عربستان سعودی رو نما شود یا خیر؟ Well, I think immediately we're not going to see significant changes. I think that there is, the Saudi royal family has been thinking about this transition for a long time. King Abdullah previously established some new structures that we signed for this time, I hope. چارچوب خوبی را آماده ساخته بود که امیدوار هستم داینده هم او امتداد پیدا بکنه که او نشان دهنده مشخص کننده ای بود که بعد از شاه عبدالله کی رهبری میکنه و این انتقال از یک نسل به نسل دیگر
یک مسئله است که سرویش کرد. اما شاه سلیمان از قبل سر از این مسئله گپ زده که کی رهبری نمیگیره و من چیزی که باید تاکید شود سرشی است که ما تغییر کلی را در آغاز نمیبینیم بلکه ادامه پیدا میکنه روند از گذشته. اگه برگردیم به دوره زمان آمد ملک عبدالله روی برخ موضوعات کلیدی جهان مثل جنگ سوریه مثل مسئله ضربی ایران بین حکومت آقای اوباما با حکومت ملک عبدالله تفاوتهای مشی و نظر وجود داشت. نظر شما در قبول این موضوع چیست؟ فکر میکنید در حکومت برحال همین تفاوتها جریان پیدا کنن؟ You're absolutely right that it's been a very difficult شما واقعاً درست هستند که یک روند بسیار مشکل بوده روابط بین ایالات متحده و عربستان سعودی در سالهای اخیر مشکل بوده. بهار عرب بر کناری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر چیزهایی بوده که همیشه نگران ساخته شاه عبدالله فقید را و این چیزهایی بوده که ایالات متحده ازش حمایت هم کرده وسته که نگرانی های جدی در سوریه و همچنان عدم تصمیم گیری به خاطر حمله در برابر رئیس جمهور اسد با وجود از اینکه معلوم شد که او از سلاح کیمیایی استفاده میکرد. چیزهای مثل صحبت های در خفای ایالات متحده با ایران در مورد برنامه‌های ذره‌ای چیزهای مشکوکی را در منطقه نشان می‌دهد که این پالیسی به کجا می‌رسد. ما چیزی را که می‌بینم ایالات متحده شاید توانای ازی باشه که چگونه با عربستان سعودی رابط خود را بهتر بسازه و برشان و با مسائل مبارزه با مسائل چون گروه تهدیدات گروه دولت اسلامی بحرانات سوریه و همچنان خطرهای موجود در منطقه از طرف ایران ولی چیزی را که من فکر میکنم ممکن است او است که برای ایالات متحده بر حکومت نو عربستان سعودی ممکن ای را تایید بکنه و تاکید بکنه که همکاری های ادامه داره. بله ممنون و تشکر از شما آقای مکنس. اجازه بدین که بحث با شما در مورد رابطه ایالات متحده با عربستان که یکی از علایم نوی ایالات متحده هم به شما در بخش پشتو ادامه بدین. تشکر. No, that's all. Thank you. Don't respond. سواحل شرقی ایالات متحده از فیلادلفیا آغاز تا شهر نیویورک و مین امروز دوشنبه تحت تهدید طوفان شدید برف که تا 90 سانتی متر پیش بینی شده است قرار دارند. احتمال می رود که این طوفان باعث مختل شدن راههای مواصلاتی در این مناطق گردد. شرح بیشتر تحولات مربوط به این طوفان در این گزارش. اداره خدمات ملی اوضاع جوی ایالات متحده هشدار داد که بعد از ظهر امروز دوشنبه برف شدید تمام مناطق سواحل شرقی را فرا خواهد گرفت که از اثر آن راه‌های مواصلاتی مسدود و پروازها لغو می شود. هشدار طوفان شدید برف در تمام مناطق سواحل شمال شرقی اعلام گردیده که قرار است بعد از ظهر امروز آغاز شود. شهر نیویورک با وخیم‌ترین وضع جوی و طوفان شدید برف روبرو است. بلدی بلاسیو شاروال شهر نیویورک طی یک کنفرانس خبری بعد از ظهر روز یکشنبه گفت ما به احتمال زیاد با یکی از بزرگترین طوفان‌های برف در تاریخ این شهر روبرو هستیم. وی از شهروندان خواست تا حدی که می‌توانند از رفت و آمد در جاده‌ها و شارع‌های عمده ابا ورزند و قبل از رسیدن طوفان آمادگی‌های لازم را اتخاذ کنند. از منطقه ویرجینیای شمالی تا ایالت مین 50 میلیون آمریکایی در انتظار طوفان مدهش برف و تغییر وضع ناگوار جوی اند. جورج سایمنز از ماساچوستس میگوید ما آمادگی های لازم را برای حفاظت در مقابل این تغییر جوی گرفتیم. تنها نیویورک نه بلکه منطقه باستن نیز برای برفباری شدید به اندازه 30 اینچ آمادگی دارد. در شهر بالتیمور مریلند مردم در تلاش آمادگی برای داشتن همه امکانات لازم در روزهای برفباری شدید هستند. ما کوشش میکنیم همه آنچه را که لازم است داشته باشیم زیرا این طوفان مدت 2 تا 2.5 روز دوام خواهد کرد. این شهر بیش از 15,000 تن نمک آماده ساخته است. حتی قبل از طلوع آفتاب امروز مراکز حمل و نقل و میدانهای هوایی با تأخیر ترافیک و لغو پروازها روبرو بوده است. جبهات هوای سرد حتی قبل از آمدن برف شدید اکثر جاده ها را لغزنده ساخته و رفت و آمد و عبور و مرور نیز رانندگان و وسایط نقلیه را با مشکل مواجه نموده است. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. و با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفته ایم. تا برنامه دیگر که باز هم با اخبار مربوط به افغانستان و جهان در خدمتتان قرار خواهیم گرفت. خدا نگهدار.